سلام برای بچه، چه خبر؟ امشب اومدیم با یه ویدئوی فوق العاده بابا خسته شدم از بس تو فیلمم از بس همینو گفتم، واسه چیز جدید بگم. امشب اومدیم با یه ویدئوی فوق العاده بابا چی بگم؟ آقا بگذاریم، برای بچه مطمئنم خیلیاتون به شدت از دلقک‌ها میترسیم و حالا بعضی هم اصلا یه فوبیای خاص دارن که فقط از دلقک‌ها میترسن، یعنی از دلقک‌ها بیشتر از جن و ارواح میترسن و خب واقعا خیلی دلقک موجود مزخرفیه به نظرم. و امشب همونطور که میدونین قراره چند تا از ترسناک‌ترین ویدئوهایی که از دلقک‌ها در زندگی واقعی ما انسان‌ها گرفته شده رو با هم دیگه ببینیم. حالا خیلی‌هاشون اصلا به انسان‌ها حمله می‌کنن، خیلی‌هاشون هستن اصلا کلاً یه ویدئوی خیلی داغونه. و خیلی خوب برای بچه حرف اضافی بسته لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، اون زنگوله بی پدر کنارشم حتما بزنید. من فکر کنم آخر یوتیوب هم چنلمو به خاطر این رفتار نامناسبم با زنگوله پاک کنه به نظرم، حالا نمیدونم. آقا در کل لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، عشق منین، بریم سراغ ویدیو. و اما برای بچه اولین ویدئویی که قراره با هم ببینیم مربوط میشه به یه خونه‌ای که والا هم تو که میدونین خیلی از خونه‌ها هستن واسه اینکه امنیت خودشونو ببرن بالاتر، یه سری آیفون تصویری‌های پیشرفته نصب می‌کنن یا خیلی‌هاشون دوربین مداربسته می‌ذارن تو خونه‌شون که حالا اگه یه وقت اتفاقی چیزی افتاد، یه مدرک یا یه فیلمی چیزی داشته باشن که برن به پلیس یا هر کس دیگه نشون بدن. و این فیلمی هم که الان قراره ببینیم دقیقاً مربوط میشه به یکی از دوربین‌های مداربسته یه خونه که یه فیلم فوق‌العاده عجیبو ثبت کرده. این خونه ای که الان میبینیم برای بچه گفته میشه صاحب خونهش رفته بوده مسافرت. بعد چند روز که این صاحب خونه داشته گوشیش رو چک میکرده، یا بهتر بگم داشته دوربینای امنیتی رو چک میکرده که چه فیلمایی گرفتن و چه خبر شده و اینجور چیزا، ببینید به چه فیلمی میرسه. و اما ویدئوی بعدی برای بچه ویدئوییه که توضیح خاصی نداره راستش رو بخواین، که بیایم با هم دیگه فیلمشو ببینیم. اما ویدئوی بعدی برای بچه یه ویدئویه که مربوط میشه به دوربینای مداربسته یه خونه ای که بعد چند شب از هالووین یه فیلم فوق العاده عجیبو ضبط کرد. همونطور که میبینین یه دلقک فوق العاده ترسناک میاد نزدیک خونهشون میشه و با انجام دادن یه سری حرکات و یه سری نکات انگار یه جورایی میخواد صاحب خونه رو تهدید کنه و گفته میشه که این اتفاق دقیقاً ساعت 2 شب افتاد. ویدئوی بعدی هم براش مربوط میشه به یه خونه ای که ظاهرا این خونه حیات خیلی گنده ای داشته. بعد این صاحب خونه که با خانوادهش توی خونه بودن و داشتن تلویزیون نگاه میکردن، حس کردن یکی غیر از خودشون توی حیات و داره راه میره. بعدش که میرن تو حیات و هر چقدر اینور اونور رو نگاه میکنن به چیز خاصی نمیرسن و چیزی پیدا نمیکنن. و بعد نیم ساعت که دوباره صدای عجیب توی حیات میشنون و میرن توی حیاتو چک کنن که ببینن چه صداییه، ببینید چه فیلمی ضبط میکنن. What are you doing? He's coming. Get inside, get inside. ویدئوی بعدی هم برابرش مربوط میشه به یه پسری که با رفیقاش با ماشین رفته بودن آخرای شب دور بزنن که ظاهرا تو شب هالووین بوده. و بعد چند ساعت که اینا حسابی با ماشین واسه خودشون دور زدن، تصمیم گرفتن یه جا پارک کنن و پیاده شن که حالا یه استراحتی بکنن و یه سیگاری چیزی بکشن و اینا. و دقیقا زمانی که از ماشین پیاده میشن حس میکنن تنها نیستن و یکی میخواد اونا رو اذیت کنه. و بعدش بیایم ببینیم که چه اتفاقی میفته. نه Hey, that fool's coming, Hurry the up, man! یه
جنگل جاییه که مطمئنم خیلیاتون ممکنه دوستش داشته باشیم و تصویری که توی جنگل توی ذهنتون ممکنه بگذره دقیقا یه چیزی مثل این تصویر باشه. اما باید بگم اشتباه میکنی، جنگل وحشتناکتر از چیزیه که توی ذهنتون میگذره. این ویدیو برای بچه مربوط میشه به یه شخصی که با یه موتور چهارچرخ با رفیقش داشتن توی جنگل واسه خودشون میگشتن و بعد اینکه یکم با این موتورشون داشتن توی جنگل میچرخیدن ببینی چه اتفاقی واسه شون میفته. وای وای وای، برایش فیلم بعدی فوق‌العاده وحشتناکه و واقعا این ویدیو شما رو میتونه بترسونه. این ویدیو برایش مربوط میشه به یه خونه ای که صاحب این خونه تنهایی زندگی میکرده و ظاهرا یه مرد بوده و اینم بگم که این خونه دوربین مدار بسته داشته. بعدش که این یارو میره تا بخوابه دور برای ساعتهای 2-2:30 شب اینا بوده که حس میکنه یکی نزدیک در خونه است و داره وارد حیاط میشه و یه جوری میخواد به زور وارد خونه بشه و بعد چند دقیقه میبینه یکی وارد حیاط شده و یه جوری میخواد به زور وارد خونه بشه. بعدش این یارو خیلی میترسه و با هزار تا استرس و با هزار بدبختی شبش رو روز میکنه و به حساب خواب میشه. وقتی صبح بیدار میشه سریعاً میره دوربینای امنیتی رو چک کنه تا ببینه این کی بوده که میخواست به زور وارد خونه‌اش بشه. که بیایم ببینیم دوربینا چی ضبط کرده. اینجا برای بچه دلقک رو میبینیم که داره در یه خونه رو هول میده و انگار میخواد به زور وارد خونه بشه. اما وقتی میبینه موفق نمیشه تصمیم میگیره از در پشتی وارد خونه بشه. و اینجا رو میبینید که دوباره این دلغک موفق نمیشه و انگار همه در و روزهای خونه قفل کرده. اما این دلغک بازم بیخیال نمیشه و تمام در و پنجره های خونه رو چک میکنه و واقعا مشخص نیست این دلغک از سایه خونه چی میخواد. این ویدیو هم برایش مربوط میشه به چند نفری که ظاهراً داشتن از تفریح واسه خودشون برمیگشتن. وقتی در حال برگشتن بودن میبینن یه دلغک وسط جنگل و وسط جاده تنهایی داره واسه خودش راه میره. بعدش اینا فکر میکنن مثلا این دلغک کمکی چیزی میخواد و اینا، یه بوق میزنه و متوجه میشه نه این دلغک یه سری مشکلات روانی داره و بیخیالش میشن و اینجا فکر میکنن که این دلغک فرار کرده و رفته. اما نمیدونستن این دلغک فرار نکرده بلکه کمین کرده. ویدیو بعدی هم برای باش حقیقتا توضیح خاصی نداره که بیایم با هم دیگه ببینیم. و اما ویدیوی بعدی برایش مربوط میشه به چند نفر که ظاهرا رفته بودن واسه خودشون بگردن و خوشگذرونی کنن و اینجور چیزا، که وقتی داشتن با ماشین راه میرفتن، نه با ماشین که راه نمیرن، داشتن رانندگی میکردن، میبینن یه یاروی با یه لباس سفید آخرای شب اونجا وایساده و داره یه کارهای عجیب غریبی انجام میده. اولش فکر میکنن این یارو نیاز به کمک داره تا میرن بهش کمک کنن. وقتی از ماشین پیاده میشن و سمت اون یارو لباس سفید میرن، بیاین ببینید چه اتفاقی واسه شون میفته. What are you looking at? What? Get in the car! Oh! Knife! Oh, he's going knife! He's going knife! No,
و خیلی خوب برای آشنام از این ویدیو، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. و حالا چون خیلی ها تو مطمئنم از دلقک ها میترسیدیم، گفتم یه ویدیو این مدلی هم واسه تون بذارم. و آره در کل امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم و عشق منین. تا فیلم های بعد، خدا نگهدار.